زیاد هشدار میتن بکارن. 10 سال مخاطب تلویزیون فارسی بی بی سی. در افغانستان اغلب مردم پیگیر خبرهای روس هستند. تلویزیون فارسی بی بی سی هم منبع معتبری برای مخاطبان فارسی زبان این کشور. از زمانی که نشرات تلویزیون فارسی بی بی سی شروع شده، ما و خانوادم همیشه خبرهایشان هر شب تعقیب میکنیم که شامل خبرهای افغانستان و جهان میباشه و در کنار خبرها ما مستندهایشان که مستندهای بسیار جالب میباشه ما او را تماشا میکنیم. میدان رقابت رسانه‌ای در افغانستان گرم است، کشوری که آزادی رسانه‌های آن در منطقه بی‌نظیر است. ده‌ها شبکه تلویزیونی در این کشور برنامه‌های خبری پخش می‌کنند. یکی دو شبکه هم فقط خبر، از جمله تلویزیون آریانا نیوز. بیشترین گزارش‌ها و برنامه‌های بی بی سی فارسی در افغانستان تهیه کرده، بعض وقت غذای خوب برای رسانه‌های داخلی افغانستان هم شده و رسانه‌های افغانستان تانسته در موارد مختلف بی بی سی را به حیث ملاک کار خود قرار بده، خصوصا گزارش های تحقیقی بی بی سی که انجام میده. گزارش در خان بلخشان که جور کرده بودم کارتان. برخی نخبگان سیاسی و مقام های دولتی هم از تماشاگران پروپا قرص تلویزیون فارسی بی بی سی هستند. اگر بخوایم مقایسه کنیم با رسانه های داخل افغانستان، به صورت قطع میتوان گفت که تلویزیون فارسی بی بی سی ایسی اصل رعایت میکنه، هم دقت داره، هم بی‌طرف است، توازن در نظر میگیره. اما پوشش حوادث و رویدادهای ایران به مراتب بیشتر است در تلویزیون فارسی بی بی سی است پوشش حوادث و رویدادهای افغانستان. اینجا اتاق خبر بی بی سی در کابل است. گزارشگران بی بی سی فارسی در 10 سال گذشته مهمترین رویدادهای افغانستان را پوشش دادند. از جنجالهای سیاسی، انتخاباتی و مسائل امنیتی گرفته تا روایتی از ناگفته های زندگی زنان و جوانان این کشور. در اینجا تلاش می شود تا موضوعاتی به تصویر کشیده شود که نه تنها برای افغانها بلکه برای دیگر فارسی زبانهای جهان هم جذابیت داشته باشد. هرچند تلویزیون فارسی بی بی سی در افغانستان با آنتن‌های عادی قابل دسترسی است، اما استفاده از دستگاه‌های ماهواره‌ای این فاصله را از میان برده. رسانه‌ای که ده‌ها سال پیش پایش با رادیو به افغانستان باز شد و با وبسایت و تلویزیون به زبان‌های فارسی، پشتو و ازبکی سال‌ها مردم این کشور را از رویدادهای مهم افغانستان، منطقه و جهان با خبر ساخته. زینب آوین، BBC کابل.